سلام علیکم احوال شما چطوره خیلی خوش اومدید به یوتیوب ما و یوتیوب خودتون البته و قراره که خب بریم سراغ بحث یک کراپ صحیح و یا سلکت صحیح که برای همیشه موضوع رو با هم حلش کنیم اگر بلد نیستید اگرم بلدید حتی من بهتون پیشنهاد میکنم که لطفا بیایید با من تا انتهای ویدیو چون که داستان نکاتی که همیشه میگیم بعضی وقتا برای خودمونم جدیده دیگه شما رو نمیدونم ممنونت میشم که همین الان اون دکمه سابسکرایب رو بزنی اون زنگوله خوشگلش هم بزنی و با اون انگشت قشنگت یه لایک خوشگل هم برامون بکوبی یادت نره البته چی یادت نره تازه میخوام بهت خبرشو بدم قراره که از این به بعد تو یوتیوبمون کلا یک محتوای جدا از اینستاگرام داشته باشیم محتواهای بسیار گسترده تر وسیع تر و شایدم بین خودمون باشه حالا ولی حرفی تر <تصفح> پس ممنونت میشم که حتما سابسکرایب و انجام بدیم و زنگوله رو حتما بزنی یا که نوتیف آموزش جدید برات بیاد اگه وقت اینستاگراممون رو ندیدی یا حواست به استوریا نبود خلاصه که خیلی مرسی بزن بریم سراغ آموزش این جلسه یک داریم مامان خوشگل دوست داشتنی چرا گفتم مامان چون یه بکراند شیک و مجلسی داره خیلی خوشگله بکراندش ساده سوژمون هم که لباسش تیره موهاش هم که مشکی به به قشن خودش از زمینه جدا شده اما بیا من برای یه عکس دیگه هم بیارم مثلا چکسی این عکس خوبه این اوکی این دیگه بکراندش مامان نیست دیگه یعنی عکسش مامان نیست این عکسش باباه بیشتر واقعا موها رفته لابلای شاخه ها لباس سبز سوژه سبز درخت سبز زمینه سبز فاجعه این ورش قابل تحمله چون نور خورده اینجای موهاش که اصلا عالیه ولی اینجاها واویلا خب این دوتا عکس رو بهت نشون دادم که یه نکته خیلی مهمی رو به تدریس کنم عزیز دلم عکس هایی که دارای یک بکراند ساده باشن و جوری باشن که سوژه ما عملا از توشون قابل تشخیص باشه مثلا موهای این الان مشکی بکراند یا آبی روشن خب قشنگ ما میتونیم موها رو دونه دونه تشخیص بدیم حتی تارهای مورم ببینیم اما تو عکس هایی که اینطوریان، اصلاً اصلا اینطوری نیست و میبینی که تارهای مو رو مارم ما هم به زور میتونیم تشخیص بدیم چه برسه به این فوتوشاپ بیچاره پس ما یه سری ابزارمون همین اول کار میره کنار ابزار کراب ما خیلی زیاد داریم و اینو یادت باشه با انواع و اقسام این لاساتولزا میتونی کراب کنی اما نگاه کن مثلا این ابزار که الان اینجا رو ببین خوشگل تشخیص میده اینجا هم تشخیص میده تشخیص داد اومد روی پیران ریپ زد تموم شد نگاه کن برگردم به تو نشون بدم ببین اولین جایی که دیگه نتونست یه ذره سخت باهاش کنار بیاد یعنی نزدیک بود رنگش ریپ زد اصلا دست افتاد و تمام میرن کنار پس عملا تو عکس به این سادگی یه ای ابزاری که حالا یه خورده بیشتر قابل تحمله اگه یه خورده کارتون عجله‌ای بود و این حرفا نتونستید از ابزار بعدی که معرفی میکنم استفاده کنید ابزار کویک سلکشن هستش که میذارید حالت مثبت و میکشیدش روی سوژه این تقریبا قدرت انتخابش تو هر ورژن داره بهتر و بهتر میشه اما خب دیگه ببین مثلا یه سری جاهایی مثل اینجا الان اینم حتی ریپ زد البته میتونی آلتو نگه داری روی کیبورد بعد بکشی رو جاهای اضافی که اینا رو حذف کنه اما ببین بازم میپره اوکی بعدم باید بیای از یه سری ابزارهای کمکی مثل پچ روی حالت اول استفاده ببخشید حالت دوم استفاده کنی و بکشید به صورت دستی اینجا و انتخاب کنی و وقت تو علکی میگیره شاید اولش خوشگل مشکل باشه اما در آخر بازم میبینی که داره اذیتت میکنه تازه اینا که خوبه بکراندش که هز بشه مشالله حکم اره رو داره انقدر دندونه دندونه میشه لبه های پس این ابزارها رو کلن فراموش کن اگر وقت داری برو سراغ ابزار بعدی که بهت معرفی میکنم یه استوب میخوام بزنم این وسط ها ما باید بریم سراغ یه دونه داستان که براتون بگم اون خیلی بولد شده جدیدن اون هم کراپ هوشمند داخل ورژن 2020 به بعده که حتما دیدید میگن آقا برو تو پنجره ویندو گزینه پراپرتیز رو فعالش کن که اینجا برات نمایش داده بشه روی سلکت سابجکت بزن سوژت انتخاب میکنه خیلی خوشگل مشکل اولا که این چیز جدیدی نیست عزیز دلم شما الان اگه ورژن 2018 هم داشته باشی درسته توی گزینه پراپرتیز نیست اما اگه زیر سلکت رو وا کنی تو این قسمت میتونی گزینه سابجکت رو ببینی انتخابش میکنی و میاریش تو کار چرا فتوشاپ اومده تو سال 2020 اینو آورده توی پراپرتیز به خاطر اینکه توی 2020 به بعد خیلی روی این داستان کار کرد که حسابی این ابزار قدرتمند بشه و کار تمیزی به تحویل بده اما عزیز دلم نگاه کن باز هم نمیتونه مثل چشم انسان تشخیص بده و باز هم این همه خرابکاری داره آخر سر باید با دستت بیای التماسش کنی که آقا اینجاها رو درستش کن جون هر کی که دوست داری خب پس اینم فراموشش کن البته این از اون کویک سلکشن که گفتم بازم یه پله بهتر اما بریم سراغ ابزار مهممون که ما اصلا سلکت یا شاید الان شما انجام ندید اما من به شخصه زمانم هم محدود باشه چون میدونم خیلی تمیز برام در میاره میرم سراغ پنتولز خود پنتولز یه تدریس کوچولو داره گوش کن حسابی اینجا رو گوش کن که قاطی نکن میرم سراغ ابزار پن تولز بیا روی خود سوژه به تدریس کنم خب یه نقطه شروع میکنم میذارم میام سراغ نقطه بعدی اینطوری میذارم میکشمش و سعی میکنم روی منحنی لباسش اینو منطبقش کنم خب بریم سراغ خط بعدی ا چرا اینجا دوتا تا شیکم بهم میده یه قوس ور داره یه قوس ور تو رو خدا اذیت نکن ببین هر کاری میکنم بازم داره خرابکاری میکنه پین تولز تنها چیزی که ممکنه یه ذره وقت تو بگیره همین لام نگاه کن زمانی که من شروع کنم خط اول خیلی شیک برام یه قوس مجلسی برام میده اما میخوام برم سراغ بعدی چی دیگه یا اول فرض نگاه کن یه شیکم از این ور یه شیکم از این ور این خودش کمه اینم میاره با خودش اضافه میکنه خب اگه بخوام این شیکمش دو تایی نشه با چیکار کنم باید برم سراغ این خط خوشگل یه طرفش از بین ببرم یه طرفش چطوری از بین میره کاری نداره این نقطه وسطش رو میبینی برو روش آلت نگه دار یه کلیک بکن تموم شده رو حالا بکش آلت بکش هر چقدر که دوست داشتی حالا خودتو بیا بکش دوتا شیکم عمرن اگه بهت بده حله پس اینم از این پس ما میریم و سوژمون رو همینطوری با این ابزار کراپ میکنیم اما الان من چون وقتمون رو خوشگل میگیره دیگه با این ابزار کار نمیکنم فعلا یه قسمتش رو برات انتخاب میکنم به صورت خیلی سریع دقت کن چطوری انتخاب میکنم ببینم مثلا اینجا مو مور اصلا انتخاب نکردم در ادامه برات توضیح میدم که چرا این ابزار دیگه ابزاریه که کاملا ما باید با چشم خودمون با دست خودمون بریم سراغش اون داستانای دندون دندون شدن انتخاب اشتباه و این حرفا رو نداره و فوق العاده کارتون رو تر و تر و تمیزتر در میاره میدونم یه خورده ابزار زمانبریه مخصوصا روی سری عکسایی که پیچ و قوس خیلی شدیدی دارن اما خب دیگه چاره ای نیست اگر میخواد کارتون خوشکل و تر تمیز در بیاد باید از این ابزار استفاده کنید خب من میرم میچرخم و به نقطه اول میرسم تموم شد اما حالت سلکت نداره برای اینکه اون نقطه چینای سفید و خوشکل بیاد دورش به چرخه باید یه کنترل و اینتر رو روی کیبورد بزنم که این سلکت بشه آب باری بعدش هم که سلکتش انجام شد اگه خواستم از زمینه جداش کنم میام این پایین یه مستطیل هست وسطش سولاخه. یه دونه کلیک روش میکنم بکراند هست میشه خب الان موها کلا داستان داره میبینی که لابلاش پره و این حرفا اینجاست که میخوام بهت بگم شیش دنگ حواست که هیچی دو دنگم از فامیل اجاره کن بیار پیش من هشت دنگ حواست اینجا بشه یه کلیک راست روی قسمت ماسکش میکنم یه سلکتن ماسک میزنم میرم توی دنیای جدید اینجا رو حواست باشه حسابی گوش کنم من توی این قسمت بهت ثابت میکنم اگر اینجا رو خوب انجام بدی با ابزارهای چرتوپرتی که اولم گفتم کراپ تو در بیاری اینجا میتونی نجاتت بده بازم کار تر تمیز بشه حتی از کراپ هوشمندم میتونی استفاده کنی به شرطی که اینجا رو حسابی بلد باشی شاید بر تو اینجا قرمز نباشه شاید این شکلی باشه شاید این شکلی باشه فرقی نداره نگاه کن دیگه توی ویو میزنم هر حالتی خواستم انتخاب خب گزینه اولی که باید حواسمون بهش باشه گزینه ای هست به اسم Refine Edge Tools تو سال 2016 به قبل فوتوشاپ اسم این قسمت رو کلا گذاشته بود ریفاین Edge یعنی Select and Mask نبود اسمش ریفاین Edge بود اما خب دیگه تو سال 2017 به بعد اسمش شد Select and Mask و Refine Edge شد اسم یکی از ابزارهاش خب اینو ور میذارم رو حالات مثبت برای اینکه لابلای موها خالی بشه شیک. کم مجلسی و خوشگل میکشم روی موها خب اگه دسته دیکم خطا رفت این جاها رو اضافی پاک کردی یعنی جاهایی که لازم نبوده اما این براشت روش رفته باید بذاری رو حالت منفی حتما حتما و بکشی روش که پر بشه حواست باشه اوکی حواست بشه یه وقت این رو دیگه نیای پس حالت مثبتش خالی میکنه جاهای منفیش پر میکنه یا تا اینجا رو انتخاب نکردم اما نگاه کن وقتی روش میکشم میاره برام موها رو یا اینجاها میبینی ببین اصلا اینجا رو من انتخاب نکردم اما برام داره میاره شاید خودت بپرسی که چقدر باحال یعنی این همه مدت من داشته عمرم هدر رفته نمیشه گفت عمرت هدر میرفته به خاطر اینکه این, این داستان ریفاین ایج همیشه رو هر عکسی جوابگو نیست به طرز خیلی شدید و قوی به این دقت چرا که خب یه سری بکراند ها مثل همون که بهت نشون دادم کلا مو رفته با سبز موزه ها قاطی شده اما خب این مهم نیست قسمت مهم داستان اینجاست که الان درست لبه های کار ما مثل اره نشده دندونه دندونه نشده اما نگاه کن خیلی خودش تیزه شبیه چاقو شده خب من باید اینا درستش کنم چطوری؟ باید بیام سراغ زبانه های این ور خیلی مهمه اینجا خیلی مهمه فیده رو که افزایش میدم ببین چی میشه آفرین لبه های کار داره محف میشه پس تا حدی باید این بیاد جلو گزینه بعدی چیه؟ گزینه بعدی ببین این میاد خب جلو درسته اما دیگه محفیش یه خورده اگزجره است پس یه خوردم کنتراست بهش اضافه میشه که اینو یه خورده جبران کنه میبینی؟ نه اونقدر تیز نه اونقدر نرم شیفت ایج هم اگه بخوام بدونیم کارش چیه کم و زیادش میکنم ببین کارش چیه فهمیدی کارش چیه؟ خب یه خورده اینو کمش میکنم که کار جمع جورتر بشه به زبانهای بعدی هم کاری ندارم این اوپسیتی هم که مربوط به حالا بکراندش هست که ما رو سفید گذاشتیم خب الان اگر من بخوام اوکی کنم بریم بیرون و کار رو اصلا بخوای با قبل از سلکتن مسک مقایسه کنی میبینی که زمین تا آسمون فرق میکنه شاید به خود بگی که چقدر اینجاهای مو فاجعه شده قبول دارم اما دو تا موضوع است یکی اینکه اگه رو بکراند جدید بیفته انقدر زایه نیست یعنی یه خورده محو میشه این الان بخاطر بکراند معمولیشه که اینطوری داره نشون میده یکی هم این که با اون ریفاینج منفی قشنگ بکشی اینجا رو خوشگل مشکل پر کنی که موها رو اذیت نکنه این هم از این اما بریم سراغ این یکی عکسه بهتون نشون بدم که توی اند مسک یه خورده اینجاها ممکنه که ریپ بزنه البته الان این عکس اونقدر فاجعه نیستش و عکس بسیار بسیار خوبیه من خودم اینو برای زدن نمونه کار دانلود کرده بودم اما خب میبینی که اصلا این الان یه خورده ریپ داره میزنه اما مهم نیست دیگه ما میخوایم فقط نشون بدیم یه سری چیزا این وضعیت کراپ هوشمند فتوشاپ 2020 کلاً بکراند رو جدا نکرد خب بیای با ریفاینیش بکشیم رو موها میبینی خوبه اما ببین یه ذره کسیفکاری داره دیگه اما فدای سرت اینا رو دقت کن باید بیای با ابزار پایینیش بذاری رو حالت منفی و پاکش کنی خیلی خوشگل اوکیه وگرنه میتونه تشخیص تقریبا خوبی و بده مهم نیست اما اما این کی کلا دیگه نمیتونه تشخیص بده تعطیل میشه کاری که متاسفانه یه سری از آتلیه ها میکنن دیگه من دیدم بنده خدا لباس مشکی پوشیده میره آتلیه میذارتش روی یه جایی که حالا بکراندش یه صفحه سیاهه لباسش هم سیاه از این عکس میگیره بعد میشه مردی در تاریکی کلا لباسش با بکراندش ترکیب میشه خب اون موقع منم دیگه نمیتونم تشخیصش بدم چه برسه به این بنده خدا پس از این ابزار میتونیم استفاده بکنیم اوکی این هم از این نگاه کن این الان از کراپ هوشمند بود دیگه یه خورده خوب کار اما این ور این ور یه خورده ممکنه کسیفتر باشه بله همینطورم هم هست اما نگاه کن من یه خورده فیدر رو زیاد میکنم کنتراست هم افزایش میدم شیفته یه خورده کم میکنم ببین چقدر تمیز شد اصلا انگار نه انگار که کراپ غیر دستیه اما خب یه خودم موها رو تحت تاثیر میذاره دیگه حواست بینم باشه میتونی درست کنی میتونی اینو اوکیش کنی بری بیرون یه بار ازش کپی بگیری یه لایه ماسک و این حرفا که حالا اشاره تو جلسات بعدی بهش اشاره خواهیم کرد خلاصه که اینم از یه آموزش خوشگل و شیک و مجلسی و حرفه‌ای راجبه کراپ کردن خیلی مرسی اگه تا اینجا هم روی من بودی واقعا خیلی دمت گرم خیلی عشقی برات بهترین رو آرزو میکنم و تا یه آموزش دیگه میخوام به خدای بزرگ بسپارمت فقط قبل از اینکه بسپارمت اون لایک رو بکوب اگه نکوبیدی سابسکرایب که الان خیلی مهمتر از لایک خدا وکیلی صد تومن میدم بهت بکوب لایک خدا نگهدارت